هوشیار باید باشیم. بله. ریسمان‌های موت مرا احاطه کرد و تنگی‌های حاویه مرا دریافت. تنگی و غم پیدا کردم. نویسنده در کنار این که حرف دلشو میزنه، مشکلاتشو در حضور خدا میگه، اما اعتماد کامل داره به خدا. این اعتماد رو داره و میدونه که مد نظر خدا همون قلب فروتنش هست و اون کمک اون خواهد کرد. در نامه یعقوب 4:10 نیز میخوانیم، اعلام میکنه در پیشگاه خدا فروتن شوید، یعنی اجازه بدید اون غروره، اون موقعیت های سخت، منم منم ها دیگه در حضور خدا ریخته بشه. توبه کنیم، توبه کنیم تا خداوند اونجا صدای ما رو که میشنوه دیوارها رو برداره تا ما هم صدای خدا رو بشنویم. میگه در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرفراز خواهد کرد. خود خدا این کار را انجام ده. من مسیح در انجیل لوقا 18:9-14 ما میبینیم در این رابطه یک مثالی میزنه. مثال یک باجگیر و یک شخصی رو که فریسی بوده میزنه. میگه فریسی بود، ادعا داشت. امروز ما هم ادعا داریم، حواسمون باشه. من بیشتر از شما ادعا دارم چون کشیشم. پس چون من بیشتر از شما ادعا دارم باید خیلی مواظب باشم. اعلام میکنه، یک فریسی میره در حضور خدا میگه خدایا توی خانه خدا من اینقدر روزه گرفتم، اینقدر دعا کردم، 10 دادم، هدایا دادم و این دعای منم اجابت کن، به حضور تو بیاد با یک غروری، چون فکر کرد اون اعمالش میتونه. ولی میگه مسیح یه فریسی بود. این فریسی وقتی که رفت در حضور خدا گفت من از همه گناهکارتر هستم، من شرحال خوبی ندارم. و مسیح گفت دعای این شخص اجابت شد، چون کلام خدا میگه خدا به قلب انسانها نگاه میکنه، به دل انسانها نیز نگاه خواهد کرد. بله بفرمایید. آنگاه نام خداوند را خواندم. آه ای خداوند، جان مرا رهایی ده. چون وقتی نام او رو میخونم با فروتنی، یعنی من در حضور او هستم، یعنی قوت خدا، روح خدا با من هست، اون من رو اول حمایت میکنه از افکار نگران و ترسان من که ذهن من رو مشغول کرد، یا خشم و کینه یا ناامیدی و نگرانی، من رو آزاد میکنه. همونگونه که شاعر میگه هر که نور را حصار کند تیر شیطان بر او چه کار کند. میگه کاری نمیتونه بکنه وقتی دست حفاظت خداوند نیست میتونه ما رو حمایت کنه. بله. خداوند رؤوف و عادل است و خدای ما رحیم است. خداوند ساده دلان را محافظت میکند. مسیح هم همین رو میگه، ساده دلان داره صورت فروتنا میکنه. مسیح هم در انجیل لوقا 18:14 میگه هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد شد. این رمز پیروزی های منو دوست. اگه مدت هاست دارید دعا میکنیم هیچ خبری نیست، خبری هست، خبرش به من و تو نمیرسه. ببین کجا ایستادی که فروتن نیستی، کجا صادقانه با خدا عمل نمیکنی، از راه بیراهه میخوایی خودتو به خدا برسونی، صدای خدا رو نمیشنوی، خدا داره با صحبت میکنه، میگی آرامش ندارم. بله صادقتر شو، صادقانه با خدا قدم بردار، ریا نکن. بدترین ویژگی که یک انسان میتونه داشته باشه و خدا از اون متنفر باشه ریاکاریه. خیلی هوشیار باشی، چون مسیح مدام به فریسی‌ها میگفت ای ریاکارا، حواسمون باشه ما فرزندان خدا هستیم، با اون صادقانه عمل کنیم و اون مسلماً ما رو دستگیری خواهد کرد. بله. ذلیل بودم و مرا نجات داد. ای جان من به آرامی خود برگرد، زیرا خداوند به تو احسان نموده است. چون خدا رو پادشاه میدونه، خدا محبت مطلقه، خداوند برای اون شخص امروز برای من و شما امنیت مطلق هست، حکمت مطلق هستش، ما رو از هر خطری میدانیم، میتونه برهانه، میتونه با معجزه. همین الان در جمع ما همه ما معجزه ایم، اما که عزیزم یک معجزه زنده است،